بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده تلویزیون تمدن از میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تحت عنوان امام حسن مجتبی الگوی تعامل و همزیستی مسالمت آمیز در غرب کابل گرامیدار شد در این مراسم ضمن اشاره به الگوهای شخصیتی و سیره آن امام همام گفته شد امام حسن مجتبی در تمامی عرصه زندگی به خصوص در بخش صلح و همدیگر پذیری بهترین الگو و نمونه سخنرانان خطاب به و مبلغان گفتند با استفاده از سیره تبلیغی امام حسن مجتبی علیه السلام از فرصتهای تبلیغی ماه مبارک رمضان استفاده کنند در پای ناکامی گفتگوهای آتش بس در دو هم مذاکره کنندگان رژیم اسرائیل قطر را ترک کردند جنبش حماس اعلام کرد اصرار نتانیاهو برای حضور نظامیان این رژیم در غزه و ادامه جنگ علیه مردم این باره که علت شکست این مذاکرات از همزمان حملات رژیم اسرائیل علیه مردم غزه با وجود قطعنامه آتش بس شورای امنیت همچنان ادامه دارد در همین حال گزارشگر ویژه سازمان ملل هم رژیم اسرائیل را به نسل کشی در نوار غزه متهم کرده است فرانچسکا البانس از همه کشورهای عضو خاص فورا اسرائیل را مجازات کرده و تحریم تسلیحاتی کنند. معین وزارت تجارت پاکستان در جریان سفرش به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار گفت و گفتگو کرد وزارت خارجه گفته در این دیدار مشکلات موجود بین دو کشور در بخش تجاری و راه حل های آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت متقی در این دیدار تاکید کرده که برای حل مشکلات تجاری و ترانزیتی موجود میان دو کشور باید اقدامات مشترک و مخلصانه صورت گیرد معین وزارت تجارت پاکستان نیز ابراز امیدواری کرده که مشکلات در عرصه تجارت و ترانزیت به زودی حل شود دولت آلمان 15 میلیون یورو از طریق برنامه جهانی غذا به مردم افغانستان کمک کرد. برنامه جهانی غذا در خبرنامه گفته این کمک آلمان در بخش حمایت از جامعه آسی پذیر در برابر بلایای طبیعی و برنامه تغذیه دانش آموزان در مکاتب ابتدایی به مصرف می رسد. یک مقام آلمانی گفته کشورش در کنار مردم افغانستان ایستاده و با کمک‌هایش برای قشر آسی دادم ادامه خواهد داشت. گفتنی است که میزان کمک های آلمان از سال 2023 تا کنون به 78 میلیون یورو رسیده. است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولایت بادغیز و فاریاب چهار نفر جان باختند مسئولان محلی در فاریاب میگویند یک مرد و یک کودک در ولسوالی بلچراغ این ولایت جانشان را از دست دادند همزمان مسئولان در بادغیز از جان باختن دو نفر در پی سرازیر شدن سیلاب و فروریختن ریختن دیوار یک خانه در این ولایت خبر میدهند فرماندهی پلیس بادغیز گفته که این رویداد پس از چاشت دیروز در ولسوالی بالامرغاب رخ داده است و خبر اخیر اینکه ریاست زراعت ولایت بامیان به هدف سرسبزی و مبارزه با جنگل زدایی روند توزیع نهال به کشاورزان را آغاز کرد بر اساس این برنامه قرار است در سال جاری بیش از یک میلیون اصل نهال مسمر و غیر مسمر برای باغداران و کشاورزان این ولایت توزیع گردد و پایان بسته خبر این ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه همه شما خوبان تا درود دیگر بدرود